برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. با درود و سلام بر همیهنان گرامی و درود بر آقای بهوانی عزیز و تشکر از ایشان که این افتخار رو به من میدهند تا با شما همیهنان عزیز یک بار دیگر رو در رو صحبت کنم. خدمتتون عرض کنم که امروز سه‌شنبه 8 بهمن ماه 1398 مطابق با 28 ژانویه 2020 486 برنامه از دهمین سال سری برنامه‌های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو و تلویزیون میهن به حضورتون تقدیم میکنم. خدمتتون عرض کنم همونطور که همتون واقفین و میدونین که یک بیماری جدیدی با ویروس کرونا تشریف آورده و خدمت آدمیان میرسد، خواستم در شروع برنامه خدمتتون عرض کنم که اول از همه از این بیماری نترسید، چون خود ترسیدن باعث میشه که قدرت بدنی شما، نیروی دفاعی بدنی شما ضعیف‌تر بشه و بعد در جاهای خیلی شلوغ اگر لازم نیست تشریف نبرید. اگر سرفه یا عدسه میخواید بکنید، اینجوری در آرنجتون سرفه و عدسه بکنید که هم میکروب ها پخش نشه و همین که وقتی خشک میشه میمیره. ضمناً فراموش نکنید که دستای مبارکتون رو مرتب بشورید. اگر میشه دست ندید، مثل جوانا اینجوری مشت دست هم بزنید بهتره تا دست بدید. دستتون رو به چشمتون و صورتتون و بینیتون نمالید و مرتب هم دستاتون رو با آب و صابون بشورید و یا اینکه از این محلول هایی که برای ضد عفونی کردن دست استفاده بفرمایید. خب خدمتتون عرض کنم که هفته گذشته ما یه جا مهمون بودیم، باز این دوست ما گفتش که بچه ها میدونین چرا اینقدر عطا تو برنامهش زنای شهیر و موفق و معرفی میکنه؟ بعد گفتن نه چرا، برای اینکه از زنش میترسه. اولا خدمت رو عرض کنم که اگه راستشو بخواین، رک و پوسکنده بخواین، همه مردا از زناشون میترسن. اونایی هم که میگن نه ما احترام میذاریم، خودشون هم میدونن که چرند میگن. یک مرد توسط یک زن متولد میشه، یک مرد توسط یک زن بزرگ میشه، یک مرد عاشق یک زن میشه، یک مرد با یک زن ازدواج میکنه. این خجالت آوره که یک مرد به زنها احترام نذاره. خدمت رو عرض کنم که بانویی که امروز بهتون معرفی میکنم، من این رو از نوشته خانم سهیلا صارمی در بنیاد محسنیه و اسم مقاله هست گوهری گمگشته در خاک سیاه، جاله قائم مقامی، شاعری از فرهان. اصل مقاله 19 صفحه است و من از این 19 صفحه یه مقدارش رو برای شما انتخاب کردم که این بانوی عزیز رو که دردی که ایشون داشته، درد و رنج بانوان همیهن ماست، بوده و فعلا هم هست و امیدوارم که در آینده نخواهد بود. بله، ایشون میگن من کیم و هم آشنایی اندر این ننگاشیان، خیمه از دوران و از امکان خود برتر زده، گوهرم من گوهری گمگشته در خاک سیاه،
آتشم من، آتشی سوزان و خاکستر زده. مقاله اینجور شروع میشه که عشق ناصرالدین شاه قاجار به گشت و گذار و نزول اجلال او و خیلی سپاهیانش به خانه میرزا فتح‌الله نبیره میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی در قصبه فراهان زمین ساز پیوندی ناسازگار بود که حاصل آن جز کودکی که بعدها شاعری سرشناس شد شعرهای سخت و شکوهامیز گفته بود که زبان حال زنان رنج دیده آن دوران است. ببخشید. سراینده این شعرها خانمی بود به نام عالمتاج قائم مقامی مختلص به ژاله. ژاله در خاندانی خوشنام و فراخ زیست به دنیا آمد، یعنی پولدار بودن. پدرش میرزا فتح‌الله بود و مادرش مریم خانم دختر معین الملک. ژاله را از 5 سالگی به دست استاد سپردند تا ادب و دانش معمول آن روزگار را بیاموزد. او به سبب هوشمندی بسیار در اندک زمانی ادب فارسی و عربی را به خوبی آموخت و در دیگر عرصه‌های علم و دانش پیشرفت بسزا کرد. زندگیش تا 15 سالگی به کسب علم و ادب در فراهان سپری شد، اما دیری نپایید که این سیر یک نواخت زندگی برهم خورد. ببخشید. اختلاف هایی که بر سر مال و ملک بین پدر ژاله و بستگانش پیش آمد او را واداشت که به همراه زن و فرزندان راهی تهران شود تا شاید با حمایت صدر اعظم چاره‌ای بیابد و از تنگنای مالی به در آید. در نزدیکی محل زندگی آنها در تهران جماعتی از بختیاریان می‌زیستند که یکی از آنان فرمانده سواران بختیاری علی مراد خان بود. یگانه کسی که در زمان ورود شاه به خانه میرزا فتح‌الله که نظامیان از هیچ گونه بی‌رسمی فروگذار نکردند، همراهانش را از دست درازی و ناجوانمردی باز داشت. اینک سرنوشت بار دیگر او را بر سر راه میزبان و خانواده او قرار داده بود. آشنایی پدر ژاله با علی مراد خان اندک اندک به دوستی نزدیک بدل شد تا آنجا که وی دختر زیبا، پرهنر و دانش آموخته و هوشمند میرزا را که هنوز 16 سال نداشت از وی خواستگاری کرد. پدر و مادر ژاله که از ته قلب به این پیوند راضی نبودند برای رهایی خانواده از تنگنا رضا دادند. علی مراد خان بختیاری که در آن هنگام مردی 40 ساله و آب دیده بود که ظاهراً در دربار قاجار اعتباری داشت و میرزا فتح‌الله را از مساعدت‌های خود بی بهره نمی‌گذاشت، در حقیقت آن گونه که حسین پژمان بختیاری فرزند ژاله بیان داشته و از اشاره‌های پیاپی خود شاعر نیز پیداست، در این میانه قربانی مصلحت‌های خانوادگی شده است، مثل بسیاری از دختران امروزه ما. ژاله از همان آغاز با این پیوند بیشگون مخالف بود، زیرا احساس می‌کرد که با این زناشویی نه فقط آزادیش از کف رفته که زوج و همصحبتی و هماغوشی با کسی که او را از حیث ظاهر و نیز خلق و خوی و منش و رفتار دوست نمی دارد و قرین خود نمی داند بران افزوده شده است. به ویژه که شویش از نظر دانش و بینش و احساسات ژرف با وی فاصله بسیار داشت. درست مثل همین کودکانی که در 9 سالگی 10 سالگی امروز در ایران و افغانستان و جا به خانه شوهر میفرستن
یا می به اصطلاح واضح‌تر بگم میفروشنشون. هرچند بنا به گزارش سفرنامه نویسان اروپایی که با ساختار خانوادگی و اجتماعی ایل بختیاری در آن دوره آشنایی داشتند، زنان بختیاری ارزش و اهمیت ویژه‌ای در میان ایل خود داشتند و در همه عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در کنار مردان حضور داشتند و تصمیم گیری می‌کردند و حتی زنان کشورهای غربی که از حق رأی برخوردار بودند به آنها غفلت می‌خوردند. اما به نظر نمی رسد که خان بختیاری این گونه قوانین پیشرفته ایل خود را به نظر موافق نگریسته باشد. سرخوردگی از شوی که جز جاله همسر یا همسران دیگری هم داشت و از او یا آنها صاحب فرزند هم بود، شاعر را واداشت تا طفل خود را رها کند و به خانه پدری بازگردد. این در حالی بود که مادر و پدر هر دو از دنیا رفته بودند و او باید محکوم اراده برادری ضعیف حال و اسیر افکار و شیفته بنگ و باده می بود که بعدها او را نیز از دست داد. خواهری هم داشت که فقط یک بار در شعری به او اشاره می کند. جالب، سبب قوانین آن دوران از دیدار فرزند محروم می شود. قوانین این دوران هم هستن و تلاشهایش به جایی راه نمی برد. در آن روزان و شبان به گفته همدم و همرازش شعر است و از این راه است که سر درد دل با سماور و آینه و دستگاه فر مو و اینها را باز می کند. پژمان بختیاری که خود شاعری گرانمایه است، ضمن همدردی با مادر او را به طور مطلق برحق نمی داند، زیرا بران است که زنان بسیاری در آن دوره در شرایطی همانند جاله و حتی با همسر یا همسران دیگر شوی خود در یک خانه زندگی می کردند و دم نمی آوردند. و نیز علاقمندی پدر را به شاهنامه و تاریخ ایران قدیم، میهن دوستی بسیار او و بیزاریش را از استعمارگران دال بر دانایی و بینش او در این زمینه ها میداند. بله، خب یه مقدارش اینجا کوتاه میکنیم که وقت زیاد نگیره. چنان که از گفته های پژمان و نیز شعرهای خود جاله برمی آید، او دیوان شعرش را در آتش سوخت تا به دست غیر نیفت. یعنی منظورش این بود که همون توهین هایی رو که به فروغ فرخزاد زدند به اون نتوانند بزنند. اما از آن اندک مایه که بر جا مانده توان دانست که وی در شاعری چه مایه ذوق و احساس و چه مایه دانش و استادی داشته است. این نکته را نه فقط پژمان در مقام ادب شناس و شاعر که دیگر بزرگان و نامداران شعر قرن بیستم ایران با حیرت و ستایش یادآور شدند. غلام حسین یوسفی از او به گوهر درخشنده و گرانبهای شعر فارسی یاد می کند و آرزومند است که زنان ایران به هنگام گرامی داشت مفاخر ایرانی او را از یاد نبرند. امیری فیروزکوهی او را شاعره اعجوبه‌ای می‌داند که شعرهایش الهامات غیبی است و نه تنها بر پسر خود بلکه بر اکثر شعرهای عصر برتری دارد. حبیب یغمایی نیز او را دارای مقامی منیع و همتراز پروین اعتصامی می‌داند با شعرهایی که از نظر عواطف زنانه شاید لطیفتر از آن پروین است. هرچند جاله خود را تیر بخت می داند، میوه این تیر روزی و یکنشینی ارمغانی بس گرانبها است. پدیداری شعر زنباور یعنی فمینیستی برای نخستین بار در ادب فارسی. شعر جاله نوعی خود سرنوشت نگاری است، اما در همان حال
که از دردهای زندگی خصوصی خود شکوه سر می‌دهد، در حقیقت از زبان زنان جامعه‌اش سخن می‌گوید و می‌کوشد بانگ بلند فریادهای در گلو شکسته آنان باشد. بانگ زنان در شعر ژاله. این شاعر بزرگ و توانا بیشتر برای شعرهای زنانه و مرد ستیزش شناخته شده است. او از آغاز تا انجام زندگی جز پژمان با مردانی روبرو بود که یا او را به اندک پشیزی از کف نهادند مثل پدرش، یا با بنگ و افیون دست به گریبان بودند و مرده ریگ و دار و مرده و دارای خانواده را به باد دادند مثل برادرش، یا با خودکامگی و خودبینی او را شکستند و خار داشتند مثل همسرش. اما در این میان بیش از همه از همسرش شکوه دارد که او را از هیچ نظر با خود همدل و همسان نمی داند. بله، حالا این شعری که درباره همسرش گفترم نمی خونیم، میریم دنبال ادامه قسمتی از ادامه این برای این مقاله. هرچند شعر ژاله آینه زندگی نابسامان و برباده او، برباد رفته او و ستمهایی است که در آشفت بازاری و از اندیشه ها و مرام های ناهمخوان بر او می رود، اما فقط در حدیث نفس و دلتنگی هایش خلاصه نمی شود. او هوشیارانه از آنچه در جامعه کور و سنت زدهش بر زنان می گذشت آگاه بود. جامعه زیاد فرقی با اون موقع نکرد. جامعه‌ای که به رغم زمزمه های آزادی خواهی و تجدد که از گوشه و کنار آن برمی خواست بافتی سنتی و کهنه داشت و زمانی دیر می طلبید تا این زمزمه ها به مشی و منش واقعی بدل شود و زنان و دختران موجوداتی ارزشمند به شمار آیند و وارثان خودکامه مشروط خواهی نیز آزادی اندیشه بیان و اجتماعات و مشارکت زنان را در فرایند سیاسی و به طبع آن فعالیت‌های جدی اجتماعی را بر نمی‌تابیدند، بل با آن دشمنی می‌ورزیدند. از این روز که شاعر در بیشتر شعرهایش از ستمی که بر زنان جامعه می رود بی پروا سخن می گوید و آرزو می کند که دختران از مادر زاده نشوند یا آنکه برای حقوق از دست رفته بکوشند. کاشکی از مشیمه مادر دختران سر برون نیارندی، ور به زهدان نشاید ماند هم ادران هجله جان سپارندی، یا پی اخس حق رفته ز دست، دست از آستین برارندی. که خوشبختانه زنان امروز ما این دست را از آستین برآوردن و در آن نسبتاً موفقند. با این همه ژاله خوشبینانه بران است که سرانجام نسیم آزادی نوع زن از مغرب زمین به سوی شرق خواهد وزید و آینده‌ای روشن و دور از سیاه روزی و دربند ماندگی را برای زنان سرزمینش پیش بینی می‌کند. او پیوند چشم و گوش بسته و بی اختیار زنان را با مردان تن فروشی می‌نامد و اینکه مردان زنان را منزل می‌نامند یا با آنها همچون اشیاء رفتار می کنند بر او گران می آید. از این رو خواهان یکی شدن زنان و گرد همایی آنان به شیوه زنان فرنگ است و بر ضعف روح، نقص فکر و نبود اعتماد به نفس در آنان می تازد و در حقیقت بر نظام مرد سالاری خورده می گیرد که حقوق زن را در پناه شرع و عرف و سنت نادیده گرفته است
و آنچه برای زن ممنوع و نکوهیده و در خور مجازاتی صعب است برای مرد حق مسلم به شمار می آید. پنداری از امروز حرف می زنه. مرد اگر مجنون شود از شور عشق زن رواست، زان که او مرد است و کارش برتر از چون و چراست. لیک اگر اندر هوایی در سر زن راه یافت، قتل او شرعن اگر جایز نشد عرفن رواست. خب اگر همیانه عزیز میخوان به همه این مقاله دستیابی داشته باشند، روی انترنت میتونن دنبالش بگردند و بزنند جاله قائم مقام فرهانی و در اونجا تمام این مقاله هست، پی دی افش هم هست که 19 صفحه است. خب ببخشید اول یک گلوی تازه کنیم. بعد بریم سراغ قسمت بهداشتی برنامه‌مون. قسمت بهداشتی برنامه‌مون دو بیماری مختصراً دو بیماری رو به حضورتون معرفی میکنم. برنامه طولانی نیست. بعد اینو بذاریمش کنار. اول درباره آستیگماتیزم صحبت میکنم. آستیگماتیزم یک مشکلیه که شیوع خیلی بسیاری داره. من خودم هم از اون رنج میبرم. حالا آستیگماتیزم اصلا چی هست؟ آستیگماتیزم یک ناهنجاری قرنیه است. قرنیه رو ما به فرانسه اینجورش میگیم کورنی. در صورت وجود آستیگماتیزم، قرنیه یا همان غشای سطحی چشم به جای اینکه شکل کاملا گرد داشته باشد، گرد غلطه، باید بگم کاملا کروی داشته باشد، بیزی شکل است، مثل توپ تخم مرغی یا توپ پینگ پونگ. ما بچه بودیم بهش گفتیم توپ تخم مرغی و تخم مرغ. از اینکه در اینجا قرنیه به صورت یک تخم مرغ در آمده و در نتیجه پرتوهای نور در یک نقطه از شبکیه که بهش میگیم، اینجا بهش میگیم رتین، یک تصویر تحریف شده ایجاد میکنه. یعنی تصویر تصویر سایه داره، تصویر دقیق نیست. بنابراین باعث تاری دید از نزدیکی و دور میشه و دید چشم در هر مسافتی دقیق نیست. آستیگماتیزم بسیار رایجه. اگر این نقص بینایی کم باشه، ممکنه که بینایی تحت تأثیر قرار نگیره. در این حالت آستیگماتیزم نیازی به تصحیح بینایی یا عینک با تصحیح بینایی با عینک یا لنز نداره. لنز هم عدسیایی که روی چشم داخل زیر پلک روی چشم میذارن. بین 0 تا 1 دیوپتری ضعیف و بالاتر از 2 دیوپتری قوی در نظر گرفته میشه. آستیگماتیزم میتونه از بدو تولد رخ بده و بعدها ممکنه با اختلالات دیگری مثل نزدیک بینی یا دوربینی هم همراه باشه. آستیگماتیزم همچنین میتواند بر اثر یک کراتوکون یا قوز قرینه که یک بیماری دژنراتیو که به طور کلی در نوجوانی ظاهر میشه و در طی آن قرنیه چشم شکل مخروطی به خودش میگیره که باعث آستیگماتیزم قابل توجه و کاهش حدت بینایی میشه. لازم به ذکره که
خدمتتون عرض کنم، آستیگماتیسم موقتی نیست و میتواند با گذشت زمان بدتر هم بشود. افراد مبتلا با آستیگماتیسم که به اونها آستیگمات هم میگویند میتوانند بعضی حروف را اشتباه بخوانند، مثلا فرق بین بی و ای و حتی ان و ام و اچ را تشخیص ندهند. بنابراین باید هرچه زودتر تشخیص داده شود، مخصوصا قبل از یادگیری خواندن. ببخشید. اگرچه آستیگماتیسم قرنیه شایع ترین نوع آستیگماتیسم داخلی هم وجود داره که تغییر شکل مربوط به قرنیه نیست، بلکه مربوط به کریستالین در داخل چشمه، و اگر در هر دو اختلال وجود داشته باشه بهش میگن آستیگماتیسم کامل. آستیگماتیسم بسیار رایجه. گفته میشه که در فرانسه 15 میلیون فرانسوی آستیگمات هستند و در ایالات متحده طبق یک مطالعه انجام شده برای شیوع عیوب انکساری، یعنی بیماری های مربوط به بینایی، بیش از 30% شرکت کنندگان از آستیگماتیسم رنج می بردند. شیوع اون در کانادا مطابق ایالات متحده است. تشخیص بیماری توسط چشم پزشک که اینجا بهش میگیم افتالمولوژیست، یا متخصص عینک که بهش میگیم اپتومتریست. البته اینجا ما دو جور داریم، یکیشو بهش میگن اپتیسیان، یکیشو بهش میگن اپتومتریست. اون اپتیسیان مقامش از اپتومتریست بالاتره. انجام میشه که بینایی نزدیک و دور رو بررسی میکنه. اون اپتیسیان هم تیتر دکترا داره، ولی اپتومتریست نه، تیتر دکترا نداره. بله، که بینایی دور و نزدیک را بررسی میکنه و سپس با دستگاه رفراکتومتری شعاع انحنای قرنیه را اندازه‌گیری میکنه که وجود آستیگماتیسم رو تایید میکنه. البته تنها این آزمایش فقط این نیست، وقتی که شخصی برای آزمایش چشم میره، فشار چشم و ته چشم هم مورد معاینه قرار میگیره. بعضی وقتا لازم میشه که یک قطره در چشم بریزن که این عدسی رو باز بکنه که بشه به راحتی ته چشم رو دید، و گاهی وقتا از ته چشم هم عکس برداری میشه ببینند آیا اون رتین کندگی داره یا آیا اشکالی داره، یا اگه چشم صدماتی بر اثر دیابت دیده باشه در اونجا مشخص میشه. امروزه علم چشم پزشکی بسیار پیشرفت کرده و حتی عملهای عجیب غریبی که تا 10 سال پیش امکانش نبود الان امکانش هست و خیلی پیشرفت کرده. حالا علل ایجاد آستیگماتیسم همونطور که خدمت عرض کردم از بعد به تولد بروز میکنه که علل ظهور اون تا این زمان شناخته نشده، ناشناخته است. گاهی جراحی چشم برای آب مروارید یا یک پیوند قرنیه میتواند به چشم آسیب رسانده و باعث تغییر حالت در کروی بودن چشم ایجاد کند و باعث آستیگماتیسم بشود.
یک عفونت چشمی یا صدمه وارده به چشم هم میتواند عامل آن باشد. عوارض استیگماتیسم میتواند باعث ایجاد آمبلیوپی بشود، یعنی کاهش دید یکی از دو چشم ناشی از ناهنجاری رشد بینایی در دوران کودکی. به عنوان مثال میشه از استرابیسم یعنی لوچی چشم نام ببریم، یا یک آب مروارید مادرزادی و غیره. سمپتوم های استیگماتیسم: یک استیگماتیسم سبک تأثیری در بینایی نداره. برای استیگماتیسم های مهمتر علائم اصلی عبارتند از: اول، دید تحریف شده، غیر دقیق و تار. مثلا اگر چند تا خط افقی عمودی و افقی بکشیم، شخص خطای عمودی رو ممکنه بسیار پررنگ ببینه و خطای افقی رو بسیار کمرنگ، یا برعکس. بعد سردرد داره، بیمار شخص دچار سردرده و احتیاج به فشار داره و چشم رو فشار بده، احتیاج به فشار دادن چشم داره برای بهتر دیدن. در نور شدید احساس ناراحتی میکنه و بالاخره چشم ها خسته هستند. چه کسانی در خطر هستند؟ آقایان و خانم ها به همان اندازه دچار استیگماتیسم می شوند. خطر ابتلا به این نقص بینایی ربطی به وجود استیگماتیسم در والدین نداره. بنابراین هیچ کس به اندازه دیگران در معرض خطر ابتلا به استیگماتیسم نیست. پیشگیری: امروزه نمیشه از استیگماتیسم پیشگیری کرد، جلوگیری کرد. از طرف دیگر باید در برابر آفتاب از عینک آفتابی با شاخص محافظ مناسب و یا در حین فعالیت هایی که امکان خطر برای چشم دارن، مثل مثلا تراشکاری که ممکنه یک تیکه فلز بپره بره داخل چشم، یا شغل های دیگری که میتونه مقداری گرد و خاک یا آشغال وارد چشم بکنه، بله، بعد از عینک‌های محافظ مخصوص از آسیب دیدن قرنیه چشم استفاده کرد و از چشم محافظت کرد. غربالگری خصوصا در کودکان بسیار مهمه. درمان‌های پزشکی استیگماتیسم: همونطور که عرض کردم استیگماتیسم ضعیف نیازی به اصلاح نداره، ولی اگر باعث ایجاد ناراحتی در بینایی بشه باید تصحیح بشه. معمولا چشم درد میده، حتی اگه ضعیفش هم میتونه شخص که مطالعه زیاد داشته باشه یا مثلا زیاد کامپیوتر اینا کار کنه، چشم درد ایجاد میکنه، خستگی چشم ایجاد میکنه. این اصلاح با استفاده کردن از عینک با شیشه مناسب و عدسی های داخل چشمی انجام میشه. جراحی را نیز میتوان در نظر گرفت که اغلب با لیزر انجام میشه و سطح قرنیه رو صاف میکنه، صیقلی میکنه. این عمل باعث میشه تا سطح قرنیه اصلاح شده و اون رو کروی تر بکنه.
اینجا الان خیلی مده، سال هاست که خیلی ها این کار رو میکنن. البته در اینجا نه، ولی شنیدم هم میهنانی این کار رو کردن و شدت لیزر تنظیم شده نبوده، به جای اینکه قرنیه رو سیغلی کنه اون رتین رو از بین برده و شخص برای همیشه کور شده. پس همیشه باید به پزشک حاذق مراجعه کرد. قسمت دوم برنامه ما باز همون قسمت کوتاهیه، شاید کمی هم کوتاه‌تر از آستیگماتیسم، به اسم آترزی. حالا چرا درباره آترزی صحبت میکنم؟ اینکه در ماه گذشته یکی از دوستانمون صاحب کودکی شد، نوزادی شد که دچار آترزی بود، ولی خب اینجا معاینات بعد از تولد بسیار دقیقه و حتی بلافاصله بعد از تولد از پاشنه پای نوزاد هم خون میگیرن برای آزمایشات مختلفی. این بود که خیلی به سرعت متوجه شدن و کودک رو به یک بیمارستان دیگری که مخصوص اطفال بود منتقل کردند و در اونجا مورد عمل جراحی واقع شد و وضعش هم به خوبی ادامه پیدا کرد. برای همین خواستم درباره آترزی یک صحبتی بکنم که زیادم پیش میاد. حالا آترزی چی هست؟ آترزی یک نقص هنگام تولده، به فرانسویش میگیم مالفورماسیون، که به یک ناهنجاری آناتومی یعنی آنومالی آناتومی منجر میشه. این ناهنجاری با بسته شدن کامل یا ناکامل یک دهانه یا مجاری در ارگانیسم مشخص میشه. آترزی مری تقریبا در هر 3500 نوزادی که به دنیا میاد یکی به اون مبتلا است، صرف نظر از نوع آترزی. عمل جراحی برای زنده ماندن نوزاد بسیار مهم و ضروری است. تعریف آترزی: همونطور که گفته شد یک ناهنجاری مادرزادی است که باعث یک ناهنجاری آناتومیک میشه که با بسته شدن کامل یا ناکامل یک مجرا در بدن مشخص میشه. آترزی مری شایع ترین شکل آترزیه که ایجاد دو بستگی با فاصله کم و زیاد از هم مشخص میشه. این دو بستگی یکی در بالای مری میتونه باشه، یکی در پایین مری. فاصلهش میتونه زیاد یا کم باشه. به فرانسه میگن کول دو ساک، فارسی شاید بتونیم بگیم مری به بنبست برمیخوره. حالا ما ترجمه کردیم بستگی. بله، این بستگی ها باعث میشه که وقتی که کودک مواد غذایی رو میبلعه، این مواد غذایی از دهان به معده قابل انتقال نیست، نمیرسه، اون وسط گیر میکنه. آترزی مری اغلب با پیوندهای غیر طبیعی بین مری و نای همراهه که بهش میگیم فیستول. پیوند غیر طبیعی منظورم یک
لوله یه که این دوتا رو به هم وصل میکنه، یا یک سوراخیه که این دوتا رو به هم وصل میکنه. انواع آترزی، آترزی مری که همونطور که گفتم یک کودک از هر 3500 کودک متولد شده به آن مبتلاست، میتواند اشکال مختلفی داشته باشد. در 80-85% موارد یک فیستول یعنی رابطه غیر طبیعی دو اندام داخلی انتهای مری رو به نای متصل میکنه، یعنی ازوفاج رو به تراشه، لوله‌ای که غذا باید رد بشه رو به لوله هوایی متصل میکنه. در 7-10% موارد مری تماسی با نای نداره، یعنی مری بستگی داره ولی به نای ربطی نداره، وصل نمیشه. در 4% موارد فیستول در انتهای مری در محل انشعاب نای و حتی میتونه وارد برونش سمت راست بشه. در 2-3% موارد دو یا چند فیستول، این بیشتر رو باید خط بزنم میرسم چند، دو یا چند فیستول در میانه مری و نای در قسمت تحتانی مری و نای وجود داره. البته نای رو همونطور که خدمت عرض کردم فرانسه بهش میگیم تراشه و به مری میگیم ازوفاژ. بله، در 1% موارد انتهای مری فوقانی دارای فیستول با نای است، وقتی که قسمت پایینی وجود نداره، یعنی قسمت پایینی مری وجود نداره. این نوع آرتزی مری بسیار نادره، انواع نادرتری هم وجود داره مثل آترزی سرخرگ ریوی که یک وقفه در مسیر عروق ریوی است که قلب راست رو به ریه متصل میکنه، مثل آترزی صفراوی که بستگی مجاری صفراوی کبده و جریان عبور صفرا به 12 یا 12 که فرانسه بهش میگیم دودنوم رو مختل میکنه. آترزی 12 بستگی داره به قسمت اول روده کوچک، یعنی در اونجا اون بنبست در اون ناحیه وجود داره. و بالاخره آترزی مقعد که بسیار نادره و عدم ارتباط بین روده و مقعد میشه. بعضی وقتا روی خود مقعد رو هم یک پوستی گرفته که دیده نمیشه. علل آترزی، آترزی نوعی ناهنجاری مادرزادیه که علل اون شناخته نشده، ناشناخته است. خدمت عرض کنم من همیشه میگم فعلا امروزه ناشناخته است، بعدا ممکنه شناخته بشه. تشخیص آترزی، تشخیص آترزی مری، تشخیص آترزی قبل از تولد، یک هیدرامینوز یعنی مایع آمنیوتیک به مقدار بسیار زیادی وجود داره و تشخیص آترزی مری هنگام تولد، یک سوند از سوراخ بینی وارد مری میشه و اگر در گیر بکنه به بنبست مری برخورد بکنه
یک رادیوگرافی از ریه ها یعنی قفسه سینه تشخیص رو تایید میکنه. تشخیص آترزی شریان ریوی در هنگام تولد با یک رادیوگرافی انجام میشه. تشخیص آترزی صفراوی پس از تولد با اکوگرافی، یا همه الان عزیزمون بیشتر دوست دارن سونوگرافی استفاده کنن، و یا یک بیوپسی کبدی انجام میشه. تشخیص آترزی 12 قبل از تولد، وجود هیدرامینوز، گشادی معده و اثناعشر، معده شو یادم رفته نیست، و روده نامرئی، یعنی یه قسمت از روده دیده نمیشه، وجود نداره، دیده نمیشه. یک آمینوسنتز تشخیص رو تایید میکنه. پس از تولد یک رادیوگرافی مشخص میکنه. تشخیص آترزی مقعدی در بعد به تولد با کمک یک سوند انجام میشه. یعنی سوند رو وارد میکنن دیگه، گیر میکنه یه جه بیشتر یه جه دیگه، سوند نمیره تو. سمپتوم های آترزی: خفگی. در آترزی مری وجود فیستول بین نای و مری میتواند به عبور بزاق و شیر به ریه ها منجر بشه و باعث ایجاد خفگی یا عفونت های جدی ریوی بشه. سیانوز در نوزاد: سیانوز ایجاد شده در نوزاد تازه متولد شده علامت آترزی سرخرگی ریوی است. زردی شدید: یک ایکتر یا زردی شدید کودک همراه با مدفوع سفید علامت آترزی صفراویه. استفراغ‌های شدید: استفراغ‌های شدید، عدم تخلیه مکونیوم، اولین مدفوع سبز و شکم صاف. معمولا بچه‌ها شکمشون برجسته است، شکم صاف صافه، بس میگیم آبدومن پلات. بله، کجا بودیم؟ بله، علامت آترزی صفراویه. بله، ببخشید، آترزی 12 هست. تکرار میکنم که اشتباه هم برطرف بشه. استفراغ‌های شدید، عدم تخلیه مکونیوم، اولین مدفوع سبز و شکم صاف، علائم آترزی 12 هست. درمان آترزی: هر نوع آترزی که وجود داشته باشد، تنها راه درمان عمل جراحی است که باید به محض تشخیص به منظور اصلاح ناهنجاری انجام شود. این اعمال جراحی باید در بیمارستان‌هایی انجام شود که متخصصین جراحی و بیهوشی برای خدمات جراحی کودکان و سطح احیای نوزادی یعنی رانیماسیون نئوناتال در سطح سوم داشته باشند. اگر عمل آترزی صفراوی امکان پذیر نباشد یا عمل جراحی با موفقیت انجام نشود، پیوند کبد تنها راه درمانی. پیشگیری: هیچ گونه امکان پیشگیری وجود نداره غیر از شناسایی زود هنگام با اکوگرافی یا سونوگرافی در دوران بارداری. خب، وقت ما تقریبا به پایان رسید. اگر مایل بودید درباره موضوع خاصی صحبت کنم، لطف کنید ایمیل بفرستید، یک هفته یا دو هفته هم وقت بدید، در خدمت هستم. بله، و چون وقت پایان رسیده، برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر: تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد،
برنامه رو به پایان میرسونیم. شاد و سربلند باشید. اگر عمری باقی بود در هفته و هفته های آینده در خدمت شما عزیزان خواهم بود. باز هم یکی از دوستان میگفت چرا همش میگی اگر عمری باقی بود؟ بابا جان من نزدیک 73 سالمه، خدا بیامرز مادرم 70 سالگی رفت، حالا معلوم نیست ما کی بریم، دفتر عمر کی ورقهاش تموم بشه معلوم نیست. حالا یه وقتی یه سکته کردیم مردیم، یه تصادف کردیم مردیم، یا به مرگ طبیعی مردیم. یه وقت هم دیدی 10 سال دیگه اومدیم اینجا و باعث سردرد شما شدیم و بهتون گفتیم عجله ندارم. بله. نه یه وقت هم دیدی 10 سال دیگه موندیم و اومدیم گفتیم از 20 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو به شما، به حضور شما تقدیم میکنیم. به هر حال روز روزگار به شما خوش، با درود و بدرود.